اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. خاقان پیر با پنجه های گرگینش ایران سرفراز مرا در خون نشاند. از آسمان نکبت خود باران مرگ میبارد. خورشید میهنم با لکه های خونین در سوی شیرهای جوانش میگرید. دیروز زاهدان و سنندج، امروز تهران و رشد و تبریزم، بر شانه‌های درد حریری از رنگ صبح می‌پوشاند. در بیت ننگ افسانه فریب تکرار می‌شود. ملتی به شوکت البرز سرشار می‌شود. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 25 می ماه 4 خرداد. به شما سلام. خب دیگه میدونم منتظر این دکتر سازبارا در خدمت شیم. با ما اسم مثل همیشه قبراق و پر از سخن. عرض سلام و ارادت دارم خدمت آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. من این بیت آخر شعرتون رو خیلی دوست داشتم، دست شما در شوکت البرز سرشار میشن مردم. از اظهارات شما خیلی لذت میبرم، یعنی هر بار شعری میخونم شما میپسندین، چون میدونم شعرشناسی، شعرخون، و سپاسگزارم. دکتر سازگارا اجازه بده من اشاره به کشتارا اینا کردم، از همینجا شروع کنم. این کینه پاک نشدنی سید علی به جوانا، به ملت ایران، این تا کی ادامه پیدا کنه؟ یعنی 3 جوان بیگناه رو که ملت ایران، دنیا، همه و خود اونا داخل زندان نامه دادن بیرون، چجوری اینا با بیرحمی رو کشتن بچه های جوان؟ والا اینی که بگیم خامنه ای آدم بیرحمیه، آدم سنگدلیه، آدمیست که احساساتی نداره نسبت به ملت ایران. شما یه بار از این آدم نشنیدید راجع به ایران و ایرانی حرف بزنه، راجع به سرفرازی ایران حرف بزنه، احترام و بزرگی ایرانیان حرف بزنه. برعکس به نظرم اساساً کینه داره، عقده داره. آدمی هم هست که از جوونیش کسایی که میشناسنش میگن کسی که بسیار کینه ورزه، و اینی که مردم بر خلاف خواسته هاش حرکت کردن، از انتخابات هرچی میگه برعکسش کردن، تا دیگه الان رسیده به جایی که مرگ بر خامنه‌ای و یا مرگ بر دیکتاتور و ضحاک و غیره بهش میگن. قطعا اینا هستش آقای دکتر نوری‌زاده، یعنی آدمی است که کینه ورزی خودش رو، انتقام خودش رو از مردم میخواد بگیره و لابد تشفی خاطر پیدا میکنه. ولی ورای به اصطلاح تحلیل روانشناسانه از خامنه ای باید گفتیم مشی یک حکومت توتالیتر هم هست، حکومت های تمامیتگرا، اونم از نوع استبدادی دینیش که تئوری سازی هم داره، یعنی تئوری لازم رو برای کشتن و خونریزی هم داره.
اینجور حکومت ها اساساً بقاشون در گروه ایجاد ترس، ایجاد وحشت. قبلا هم صحبت کردیم در واقع به قول خانم هانارن اسم دیگه حکومت های توتالیتر حکومت ترسه. باید مردم در ترس به سر ببرن، در وحشت بابت هر کاری باید بترسن، باید زندگی در کامشون تلخ باشه. حکومت باید نشون بده که به همه کارشون کار داره و قدرت خودش رو بازتولید کنه در مثلا کار داشتن به پوشش زنان، به لباس مردان، به نحوه زیست مردم و نهایتاً هم به جان مردم، اعدام و برخورد. شما دیدید در همین یکی دو ماه گذشته حکومت سعی کرده نشون بده که به همه چیز برخورد میکنه و با هیچ به اصطلاح سطح تحملش به پایین ترین سطح رسونده. حرف بزنن دستگیر میکنه، به اصطلاح صدا رو در گلو خفه بکنه، هر فعالی رو بگیره، خواننده رو ممنوع کار کنه، ورزشکار رو ممنوع خروج کنه، خط بزنه، روزنامه نگار رو زندان کنه، حتی روزنامه نگاری که خارجه، برادرش تو ایران رو بازداشت کنه و موارد دیگه، معلمین رو بیرون کنه، از کار اخراج کنه، زندان کنه، فعالین رو بگیره، برای اینکه نشون بده که هیچ منفذ و نفسکشی نمیذاره، سهل است، میگیره و اعدام هم میکنه. منتها ببینید این مشکل، یعنی این چیزا مثل یه منحنی سینوسی پایین بالا میکنه مردمو، میاد پایین، منتها منحنی سینوسی که وقتی میره بالا بس آمده بلندتری پیدا میکنه، میره بالاتر دفعه بعدش. یعنی شما فشار میدید این گونه مردم رو، ممکن موقتا مردم ساکت‌تر میشن و موقتا هم فعالین هوشیارانه یه خورده میشینن عقب که بازداشت نشن و حفظ کنن خودشونو برای دور بعدی، ولی وقتی برمیگرده شدیدتر برمیگرده، وقتی برمیگرده با گستردگی بیشتری برمیگرده. به هر حال گفت اونهایی که باید از تاریخ بیاموزن گویی فرصت خوندن تاریخ ندارن. حال خامنه‌ای اگر یه خورده تاریخ معاصر دنیا رو میخونه، اتفاقات که علیه حکومت‌های توتالیتر افتاده و این عینک توطئه اندیشیشو میذاش کنار که تصور میکنه همه چیز تو دنیا توطئه است، یه هیئت مدیره داره دنیا، اونام یه تعداد مثلا یهودیان که کله هاشون با این بزرگی نشستن برای همه دنیا نقشه میکنن، چون مدل فکریش راجع به دنیا اینه. روچیل برادران روچیل. بله، یه همچین به اصطلاح توطئه اندیشی خیلی ها تو ایران دارن، ولی خامنه ای یکی از بیمارترینش راجع به و اون پور از قدیم مزخرفات اونم میگه دیگه اینا با هم. بله، یعنی یه جوری حرف میزنه که اگه قلش بدی روش بشه، مثلا تاریخ بشر از رنسانس تا الان میشه توطئه یک عده مثلا یه که این کارا رو کردن. جنگ بین الملل دوم مثلا توطئه تعداد احمد نژاد هم از این مزخرفات. و اگه اون عینک رو که باعث میشه شما کور شی، تئوری توطئه باعث میشه چشتون رو بر واقعیتی ببندید، اگه اون عینک رو از چشش بشه ورداری، یکم تاریخ بخونه ببینه چگونه مردم، خیلی جامعه شناسا این رو مطالعه کردن، مردم چه رفتارهایی میکنن و چگونه خودش داره تمام اشتباهات و رفتارهای حکومت‌های توتالیتر و دیکتاتورها رو تکرار میکنه، وقت میفهمه که این مسیری که میره انتهاش قطعا سرنگونیشه و هرچی بیشتر این کارها رو میکنه این سرنگون شدنش دردناکتر و استخوان‌هاش جدیدتر شکسته خواهد شد. راه آشتی رو هرچی بیشتر میبره و بدتر خواهد. ببینید یک روحانی دو تا سازدار یه روحانی تموم کنم ما از خامنه‌ای هیچ چیز جدیدی نمیبینیم تو این سرکوبا با اقتدار، هیچ نوآوری نداره، هیچی. و
فعالین دستگیر کنه، مردم رو تو خیابون اذیت کنه، گیر بدن به لباس، ایجاد وحشت کنن، اعدام کنن. اینا کاری است که 43-44 سال تو مملکت کردن، ادامه دادن. ما هیچ چیز نوعی نمیبینیم که باشه و اون وقت مثل کوه مشکلات کشور ایستاده، روز به روز هم بزرگتر میشه و بهمن مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی دینی و غیره هر روز از کوه داره قل میخوره بزرگ. کاملا. من نه اینو میخواستم بگم، اهل سنت در ایران علا رقم ظلمایی که بهشون شد، حالا کردهای مقدار استثناء بود، ولی به طور کلی سرشون رو انداخته بودن پایین، زندگیشون رو میکردن، عبادتشون رو میکردن، حتی اینا دریغ کردن اجازه یه مسجد بهشون بدن در تهران که نمازشون رو برن روزو، میرفتن سفارت پاکستان، مسجد سفارت پاکستان نماز بخونن. ولی اینا کاری کردن که مولوی نقشبندی این هفته رسما وارد میدون شد، یعنی رسما گفت خامنه ای من اومدم به جنگت، ماها اومدیم اهل سنت به جنگت، برای اینکه تو آدم خائنی هستی، تو دروغگویی، تو تمام این ملت رو دروغ گفتی و نابود کرد. نکته دیگه که از همپاشیدگی رژیم و این آشفته بازار رو بهتر نشون میده، کنار زدن شمخانی. خب من و شما تو جریان هستیم که آقای علی شمخانی از روز اول رژیم، ما رو یه مقاله نوشتم شما مطالعه میکنید، اولین بار من ایشون رو جلوی در استانداری دیدم تو اهواز با زندیات دکتر مدنی با هواپیما رفتیم، اینم اونجا بود. بعد ما رفتیم به سوی خرمشهر، اینم پرید با 4-5 تا بچه تو ماشین، کمیته بودن، یکی یوزی دستشون بود و یه شال هم گردنش، رو دمپایی پلاستیکی، و رفتیم به خرمشهر و اونجا یه ده بچه بودن با هم عربی حرف می‌زدن، عربی خیلی شکسته سطح پایین که واقعا من وقتی باشون حرف زدم نمی‌فهمیدن عربی، اونا هم یه چیزی قرار عربا چه ندارن، تمام حرفان یه چه توش بود. حالا این آقای شمخانی قبول کنیم یا نکنیم، به هر حال شالاتانی، حق بازی، همه چی، لیاقتم داشت، رفت درس خوند، یاد گرفت. یعنی من دیدم یه نکته رو خدمت بگم دکتر، البته شما باید بگی، ولی روزی که ایشون رفت فرمانده نیروی دریایی ارتش شد، تمام ارتشی ها، یعنی بچه های نیرو دریایی بلندپایه رو صدا زد، از جمله ناخدا ایرانی که امروز هست، دانکار، دیگران، همه رو صدا زد، با خدا ربانی، بقیه، گفت آقا جان من بلد نیستم، ولی این موقعیت دست من افتاده، کمک کنی نیرو دریایی رو بریم بالا. و واقعا این کار رو کرد و بچه های نیرو دریایی بهش احترام میذاشه. وقت بعد از این اون عباس محتاج بی سواد آدم کش رو بردن گذاشت. غلط. آقای شمخانی به اینا خدمت کرد، ولی خب معلوم بود رئیسی از روز اول میخواست اینو بزنه. الان به نظر شما کدام یک از این عواملی که میگن، رئیسی، مجتبا یا این ادعای جاسوسی که آقای رسایی میزنه، کدوم یک از اینا باعث شد که ستاره شمخانی افول کنه؟ اجازه بدیم چند تا نکته رو بگیم. اول راجع به شخص شمخانی که قبل از انقلاب اینا اون گروه منصورون بودن و محسن رضایی و همون رحیم صفوی و اینها خیلی هم گروه مشکوکی بودن، برای اینکه مثلا اومدن در رستوران خانسالار در تهران میدان آرژانتین بمب گذاشتن، هلیکوپتر امریکایی زدن، بله، به بهانه اینکه امریکایی‌ها اونجا رفت آمد دارن، که من یادم همون موقع هم خیلی تعجب برانگیز بود. و این گروه بعداً از عوامل انشعاب در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم شدن، بخصوص اون ذوالقعد کودتاچی هستن، محمد بابا ذوالقعد. و شمخانی به هر حال جزو داردسته خوزستانی ها محسوب می شد، ولی تا این سالیان همونجوری که گفتیم خودشو کشید بالا، اومد و در مهمترین مناصب کشور قرار گرفت، وزیر دفاع، فرماند نیروی دریایی، دبیر شورای امنیت ملی، و
الان که راجع به علی شمخانی صحبت میکنیم، دیگه اون دمپای لاستیکی و اینا آقای دکتر نوریزاده به جاش خونه های میلیاردی اومده، نه در تهران بلکه در ایتالیا. مثلا اخباری که بود که یه خونه را از یه پولدار سعودی خریداری کرده اونجا، و یا خانواده شمخانی پسراش داماداش از اون مثلا چیزهایی که این مدت درس کرد بیرون اومد، یکی از اون فاسدترین خانواده های فعلی ایران هست. و تو این نظام جمهوری اسلامی که در واقع نظام حکومتی دیگه نیست، جمهوری اسلامی بیشتر یک کنسرسیوم باندای مافیاییه. درست. وزارت اطلاعات یه موقعی یه مطالعه کرده بود، گفته بود 100 و یادمه 30 تا 40 تا 130 40 تاش یادمه، ما باند مافیایی اقتصادی داریم که تمام اقتصاد کشور دست ایناست. و تازه من این 130 40 تا رو دنبال کردم، میرسه به 8 9 تا سرشاخه اصلی که خب گنده ترینش خود خامنه‌ای و بیته و پدرخوانده بزرگم هست، ولی رأس هر کدوم از این باندا هم یا آل کاپون نشسته. شمخانی یکی اون آل کاپون، بله، یکی از اوناییست که خانواده لاریجانی هم یا آل کاپون دیگه، درست، چند تا برادری اونجا نشستن و یه درم نمیشناسیم ما. اون مثلا مرتضی رضایی، اون سردار خاموش که مشکوک هم هست، یکی دیگه از اون آل کاپون هاست که میلیارد در میلیارد ثروت و قاچاق و تولید مواد مخدر و اینا بخشی از کاراش فرض کنید. میخوام بگم شمخانی بنابراین مثل طائب که وقتی مثلا از فرمانده اطلاعات سپاه رفت، درسته یه ارگان یه تیغ برا دستش گرفته شد، ولی این مساوی با تموم شدن طائب نبود. الان طائب بغلس مشتبه داره یه سازمان امنیت دیگه درست میکنه و شبکه او باند ثروت و قدرتی که به او وصله سر جاشه. یه زل طائب به قالیباف میرسه که اونم یکی از این آزاد، یه زلش به مشتبه میرسه. و میخوام بگم شمخانی هم درسته الان یه سمت اظهار اسمدار و مهمی ازش گرفته شده و به اصطلاح رفته تو پارکینگ شورای تشخیص مصلحت و یه حکم کشکی نمیدونم مشاور سیاسی رهبر، ولی شمخانی این به اصطلاح باند مافیای ثروت و قدرتی که به وجود آورده اون سر جاشه. بنابراین به عنوان یک بازیگر در عرصه سیاست ایران میمونه و حالا ممکنه این زد و خوردا دیدیم دیگه، گاهی زیر پای همدیگر رو میکشن، چند تاشون همدست میشن، یکی رو میزنن، ممکنه پایین بکشن بالا بکشن، ولی به هر حال میخوام بگم یکی از اون آل کاپوناست که تو سیاست ایران میمانند. دکتر همدست هم هستن، یعنی شما میبینی مثلا بین قالیباف و بین او ارتباط خیلی نزدیکی وجود داره، هوای همو دارن. دقیقا، خدا رحمت کنه دوست نازنینی من داشتم، آقای مهندس بابازاده، منصور ساختمان بود، سالها پیش سرطان فوت کرد، سالها پیش میگفتش که این رژیم ایران مثل یه تعداد چاه سپتیکه، چاه فاضلاب، که در رأس هر کدوم از این چاه ها اون متعبیر را ساختمانی میگم یه نفر از این گنده های رژیم نشسته، یه مش سوسک و موش هم داره میرن کثافت از این چاه ها در میارن، ولی این چاه های سپتیک خیلی وقتا از زیر به هم راه داره. بله، با هم دقیقا اساسا های دکتر نوریزاده مدتیست که شما اگه بخواید ساز و کارهای سیاست داخلی ایران رو بشناسید، باید که این باندهای مافیایی رو بشناسید، چون خیلی اوقات دعواهای سیاسی که یهو میاد رو از صفحات مثلا خبرگزاری فارس تسنیم میزنه بیرون، روزنامه کیهان تو مجلس این طرف اون طرف، در واقع فقط نمود بیرونی است که مثلا یهو میبینید به جون هم افتادن زیرا به اونو دارن میزنن، دعوا میشه. این برید عمیق‌تر میبینید که اون زیر مثلا دوتاشون متحد شدن سر فلان پول فلان پروژه علیه اون یکی، یعنی برای شناختن درست
دعواهای سیاسی و دستبندی‌های سیاسی داخل ایران باید این دستبندی‌های اقتصادی رو که گاهی با هم متحد میشن، با هم راه دارن، گاهی هم رقابت میکنن، گاهی کنسرسیوم میشن دو سه تاشون علیه اون یکی، گاهی این پروژه رو میخوان از دهن اون یکی در بیارن یا توی کار اون یکی بذارن و امثال هم. بنابراین دقیقاً خیلی اوقات اینا همدستن با هم، از زیر به هم راه دارن، گاهی اوقات هم دعواهایی دارن که وقت نمودش رو توی دعواهای سیاسی اون بالا آدم میبینه و تعجب هم میکنه چطور شد مثلا اینا تا دیروز با هم به نظر رفیق میرسیدن، یهو مثلا تو صحنه مطبوعات کشور دارن مثلا پاپوش میدوزن و هر کدوم هم بالاخره یه دستی هم به این دستگاه اطلاعاتی و قوه قضاییه و اداداناسی. یکی از اون آلکاپونا خود رئیس فعلی قوه قضاییه است، آقای محسنی اشهری و بله، و اون آقای ترامشلو که مثل اکبر طبری لاریجانی ها هست، ظاهرن کارچاخبان است که صحبت میلیارد میلیاردی برای اژه‌ای انجام میده و هاکذا. برای نکته اول، نکته دوم، والا کنار گذاشتن آقای شمخانی خب از میشه گفت از زمانی شدت هم گرفت، اگرچه از قبلش هم کشمکش بوده، حالا به قول شما رئیسی هم دوست داشته که یه آدم دیگه ای بذاره در دبیر شورای عالی امنیت ملی، ولی که این آقای اکبری رو اعدام کردن به اتهام جاسوسی انگلیس و بعدم نیویورک تایمز، البته حالا نمیدونم چقدر خبر نیویورک تایمز معتبره، ولی نیویورک تایمز بعدن نوشت که آره این جاسوس انگلیس بوده، اگرچه خودش بدبخت تکذیب کرده بود، خانوادهش تکذیب کرده بودن و نوشت که روسا دست داشتن در لو دادن و شناختن او. واقعا سخته تا اسناد متخنی بیرون نیاد نمیشه آدم بگه مثلا این گزارش نیویورک تایمز تا چه حد مثال بر روزنامه معتبری اگر یه چیزی بنویسه. و از اونجا حملات دیدیم علیه شمخانی تشدید شد و بعدم به قول امریکایی‌ها بگش این پول پشتیش هم از این داستانهای فساد خیلی هم باشته بود. تو جلسه فرماندهان سپاه خاطرتون باشه سندی که درس کرده بود دیدیم که یکی از فرماندهان سپاه میگه پرسنل من اومده عکسی رو نشون میده که ساعت دست پسر آقای شمخانی میگه معادل 4 سال حقوق منه، من چه جوابش بدم. و از این چیزا زیاد شد دیگه. یادتون باشه دامادش یه خونه ساخته بود که شهرداری تخلفش رو چند سال پیش فقط 6 میلیارد تومان، اگه حافظم اشتباه نکنه 4 میلیارد و 6 میلیارد تومان فقط تخلف شهرداری گفته بود باید جریمه بدی، مثلا 20 میلیارد تومان الان بیشتره و خونه‌ای که فقط 20 میلیارد تومان تخلفش باشه لابد افزون بر 150 میلیارد تومان قیمتشه توی لویزان و هاکذا. بنابراین شمخانی معلوم بود که دنبال اینن که بزننش از جناح‌های مختلف. و من فکر میکنم چون ببینید شورای عالی امنیت ملی برابر در قانون اساسی اول نبود، دوره دولت رجایی بیشتر شکل گرفت، دبیرش هم خسرو تهرانی بود وقتی شکل گرفته بود که معاون امنیتی آقای رجایی بود، ولی بیشتر هم اون موقع جلوی شورای عالی دفاع که بنی صدر در رأسش بود این مطرح شده بود. ولی در اصلاحیه قانون اساسی سال 68 این رفت به قانون اساسی و یه اصل قانون اساسیه، اسمن رئیسش رئیس جمهوره ولی رسمن دست شخص رهبره. اصلا تو خود قانون اساسی هم هست که تمام مصوباتش با تایید رهبر قانونیت پیدا میکنه اجرا میشه و بعدم 3 تا نماینده اونجا داره، دبیرش رو در واقع رهبر میذاره و رئیس جمهور کاری نیست اونجا. و بعدم میدونید این شورای امنیت کشور حالا در تهران مثلا وزیر خارجه و رئیس سازمان برنامه و اینا عضو بشن، ولی مشابه شورای تامین استان هم داریم که استاندار هست و اونجا دیگه حالا وزیر خارجه نیست ولی مثلا مدیر کلای اطلاعات و غیره و غیره هستن، فرمانده سپاه استان. شورای تامین شهرستان هم داریم که فرماندار در رأس شد و این ساختار میاد بالا، انتهاش میرسه تو بیت رهبر.
نه دست رئیس جمهور. و خامنه ای میدونیم شمخانی، حالا برگردیم به اون سوال، آیا مجتبا و طائب که الان یه جا هستن اینا میخواستن شمخانی رو بزنن؟ به نظرم نه، برای اینکه آقای دکتر شمخانی تو اون جلسه ای که 3 سال پیش دوره کرونا بود انتقادها از دفتر مرکز خیلی بالا گرفته بود، بالاخره دست به دامن و مجتبا شروع کرده بود از لو نصب را بالا سر فرمانده های نظامی و انتظامی و اطلاعاتی انجام بده، بالاخره دست به دامن ظاهرا مسعود خامنه ای میشن. خامنه ای وقت نمیداد بهشون، یک جلسه آنلاینی گذاشته بودن که حفاظت اطلاعات هم همه جا نشسته بوده، 60 از فرمانده ها بودن. تو اون جلسه عزیز جعفری کسایی بود که منتقد بود به این روش های دفتر مرکز، اتفاقا این شاید از اصلی ترین دلایلی بود که عزیز جعفری هم کنار گذاشته شد و انتقادا رو خیلی هاشون انتقاد کردن. اما کسی که تو اون جلسه 6 گنگ پشت سر دفتر مرکز و مجتبا ایستاد و خیلی هم پاچه‌خوارانه در واقع مداهنه گفت از مجتبا و خامنه ای، شمخانی بود. و خامنه ای با خامنه ای بسیار هم نزدیک بود و با مجتبا. بنابراین باید دوربینو ببریم جای دیگه، گمان زنیمونو ببریم توی همون باند دولت و به نظر من پشترش این احمدیان که الان گذاشتن. اولا اینم از کسایی که یادتون باشه اون 23 تا فرمانده سپاه که علیه خاتمی یه بیانیه تند و تیز دادن زمان جنبش اصلاحات، البته بعدا حدود 200 سپاهی توی سالن جمع شدن از خاتمی پشتیبانی کردن، ولی در واقع به نوعی خاتمی رو تهدید به حتی کودتا مانند کردن، این احمدیان یکی از اونهاش که اون امضا کرد. و بعدم بسیار من اهل بیت، بسیار تو بیت، خلاصه بیشتر از شمخانی آدم تو بیت. و کسی است که از دادن پهپادا به اوکراین چند پیش دفاع کرد، به روسیه جنگ در اوکراین، و معروفه که روسوفیله، پرو روسه تو بیت. آخه یه عده توی اون بیت به اصطلاح روشن پرو روسن، مثل همین حسین شریعت مداری فرض کن. و من نمیخوام بگم دایجان ناپلئون وار بگم کار روسا سالا به جای کار انگلیسا، ولی میخوام بگم شمخانی اینی که پای چینی ها باز بشه تو ایران، قطعا این رو روسا دوستن، اینی که روابط بخواد تو منطقه ایران از این ایزوله بودن بیرون بیاد، این هم از چیزهاییست که روسا دوست ندارن. ایرانی میخوان منزوی دست به دهن و تو دامن اونا. و بنابراین بعید نیست که عناصر پروروس هم در واقع فشار آورده باشه، ضمن اینکه دولت رئیسی هم خود رئیسی هایتون باشه کنسول روسیه در مشهد به دیدنش رفت بود، موقعی که آستان قدس بود، خلاف همه پروتکل‌های وزارت خارجه. بعید نیست که این عنصر هم مؤثر بوده باشه در وزیر کشیدن شمخانی. و فکر میکنم عرضم تا میکنم برای خود شمخانی هم احتمالا درسته یه سمت مهمی کنار گذاشته شد و یه ابزار قدرت و مطرح شدن در اختیارش درست، ولی دکتر اجازه بدید درنگ کوتاه بکنیم چون تایممون باید مچ بشه. درنگ کوتاه میکنیم، برمیگردیم به دربار سید علی خامنه ای، بدتر از دربار خاقان مغفور. یه عده نوکر روسا، یه عده نوکر اینوریا، مال اینوریا رو بعد میگیرن یا معامله میکنن یا اعدامشون میکنن. اون وریا البته قد میبینند و بر صد میریشینن. امین سلطان میمد میگفتن طرفدار روسه، آقای میزا آقا خان نوری میمد میگفتن طرفدار انگلیس، امیر کبیر می اومد طرفدار ایران بود و سرش به باد می رفت. با ما باشید. با درود دوباره دکتر سازگار، آدم واقعا شباهت های عجیبی بینه بین دربار این خاقان که به زودی مغفور میشه و دربار اون یکی. خب بریم سر موضوعات دیگری. من فقط یه بگم شبیه قاجاریه واقعا شده، با این فرق که به جای قسمت انگلیسیش الان چینی ها بیشتر بعد شما بذاری تو این رقابت های درون دربار. بله ببخشید. نه گفتم بریم سر موضوعات دیگرم بحث کنیم، خیلی
موضوعات اساسی است. بعد از این اعدام ما دوباره یه موج اعتراض رو در سراسر کشور دیدیم. اصفهان بود، تهران بود، شهرهای بزرگ دیگه. چقدر شما امیدوارید که این موج گسترده تر بشه و ادامه پیدا کنه؟ نمیدونم. ببینید، اینجور فرایندهای اجتماعی در واقع گاهی جرقه واره، ولی اونجور تداومش فکر میکنم در گروه اکسیوناییه که طراحی بشه و مأخذهایی باشه که مردم بهش اعتماد کنن. مثلا میگم، من دیدم در اعدام این جوان در اصفهان که دل یک ملت رو به درد آورد، دانشجوی دانشگاه هنر دانشگاه تهران کار جالبی کردن، اومدن لباس سیاه پوشیدن همشون و به نشانه عذاب پرچم سیاه زدن و یه نمادی رو در واقع به نمایش گذاشتن. مثلا اگر همین اتفاق در سطح ملی بیفته، یعنی مردم اعلام کنند که اگر از این پس اعدام کردیم، ما 3 روز عزای عمومی، همه لباس سیاه میپوشیم، همه روبان سیاه مثلا نمیدونم به آنتن ماشین هم میبندیم، کارت سیاه همه جا میگذاریم، تا اونجا که البته خطری نداشته باشه، هر جایی دست اون برسه سیاه پوش میکنیم و نشون میدیم یا 1 هفته یا 3 روز که یک ملت پشت اعدام شده است. گاهی اینجور اکسیون های عمومی سراسری البته احتیاج به مرکز و مأخذی داره که مردم بهش اعتماد کنن، گوش کنن. من نمیخوام بگم حالا کجا ممکنه این کار بکنه، خودش پیدا میکنه از درون جامعه، مثل جوانان محلات که این کار رو در 32 شهر در تهران میکردن و میکنن. ولی به هر حال این قبیل رفتارها که بتونن عموم درش مشارکت کنند، چون شما وقتی بخواید به عموم مردم میرسید دیگه باید چیزی باشه که هر پیرزن و پیرمرد و جوان و نوجوانی، کاسب و کارگر بتونه با حداقل هزینه در اون شرکت کنه. فرق داره با چند نفر جوونه ماجرا جو شجاع و نترس که جان به کف به میدون میرن. مرادم این است که تداوم اعتراضات، توالی اعتراضات و نوآوری های اون بستگی داره به این که چه ابتکاراتی بیاد بیرون و چگونه انجام شه. از اینجا دکتر وارد یه بحث مهمی میشیم و اون بحث راهبری در این مبارزات مدنی است که حالا شاید در فرصت دیگه‌ای بهش بپردازیم، برای اینکه بسیار بحث مهمی است. اگر ارگان راهبری کننده به وجود نیاد از دل مبارزات، این خطر هست که مثل هنگ کنگ، چون میگفتن ما مثل آب همه جا هستیم، ولی وقتی ارگان یا جنبش سبز که با وجودی که یه آیکونی داشت آقای مهندس موسوی، ولی اون تزی که خودش همه جا میره کافی نبود، در واقع باید یک گاهی 2 قدم جلوتر از مردم یه چیزی گفته بشه، یه اتفاقی بیفته و خلق یک مرکزی. حالا احتیاج نداره یه فرد باشه یا یه گروه باشه، احتیاج نداره حتی علنی باشه، همه جورش رو تو دنیا داشتیم. گاهی جنبش دانشجویی بوده افتاده جلو مثل سربستان، گاهی جنبش کارگری بوده، گاهی ائتلاف کارگرا و مثلا حقوق بشری ها و کلیسا بوده، گاهی مثل شیلی همه جورش بوده، گاهی مثل دانمارک بالکل مخفی بوده تا آخر. ولی اون ارگان راهبری کننده که این تداوم رو بتونه حفظ کنه، ابتکار داشته باشه و مثل موجود زنده انقلاب رو کنش واکنش به اصطلاح وادار کنه، اون خیلی مبحث مهمیست، خیلی مبحث مهمیست. من شخصا اون روش هایی که میگه مردم خودشون انجام میدن و اینا رو تجربه نشون میده که
حد اکثر چیزی که ازش در میاد اعتراض خیابانی. بله. و فراتر از این نمیره. و بعدم مشکل این داره که وقتی سرکوب میشه رادیکال تر میشه، متمایل میشه به سمت خشونت ورزی های بیشتر. بنابراین اون رو باید به وجود آورد و کار کرد روش از درون مبارزه و با سازوکار مبارزه. از نظر من البته مدلی که احتمالاً در مورد ایران کار میکنه هم غیر متمرکز بودنش مهمه، هم متنوع و متکثر بودنش مهمه، و هم احتمالاً نیمه مخفی نیمه علنی بودنش مهمه تا اطلاع ثانوی در واقع بخش ایرانش دست کم ناچاراً باید مخفی باشه تا بتونه کارآمدی داشته باشه. فکر سازگاره آیا به عنوان خودت یه فعال سرشناس، آیا از روند و عملکرد اپوزیسیون در خارج در این مدت راضی هستی؟ آیا بهتر از این نمیشد کار کرد؟ و مردمی که چشمشون به خارج هم هست امیدوار کرد که در اینجا یه جمع متشکل با کثرت آرا و عقاید و اندیشه هستن که همدیگر رو تحمل میکنه و در فردای ایران میتونن مایه امید شما باشن. راستشو بخواین نه. به نظر من 8 ماه گذشته نشون داد که مخالفین در خارج حد توانشون گذاشتن یک کنفرانس، دو کنفرانس یا حضور چند تا اجلاس لاغه. و مثلا میگن گروهی که در جورج‌تاون کنار هم نشستن، من همون موقع عرض کردم توقع حد اکثر در مورد اونها نباید ایجاد کرد. در یه فریم نشستن خیلی هم خوبه، مردم ببینن که دست کم آینده ایران گرایشات مختلف با هم میتونن حرف بزنن، با هم کار کنن، چیزی که ما در شورای مدیریت گذار دست کم این یک کار کردیم، نشون دادیم که از آقای دکتر از آقای عبدالله مقتدی تا آقای شهریار آهی، از بنده تا آقای یزدان شهدایی، از مهران براتی تا دیگران، ما میتونیم کنار هم بنشینیم، حرف بزنیم، با هم کار مشترک بکنیم، مکانیزم دموکراتیک رو در درون خودمون برقرار کنیم، چیزی که مثلا در انقلاب آمریکا ویرجینیایا کرده بودن و مدلی رو ساخته بودن در ویرجینیا که بعدن که وارد مبارزه با انگلیس شدن بعدن این مدل رو دیولوپ کردند، توسعه دادن، شد مدل ساختن امریکا. از 5 تا رئیس جمهور اول امریکا 4 تاش ویرجینیایی بودن، یه دونه آدامز در واقع ماساچوستی بود و معروف هم به سلسله ویرجینیایی، از جورج واشنگتن تا مدیسون و مانروی و جفرسون. اینا دست کم در خارج میتونستن این کار رو بکنن. به عنوان شورای مدیریت گذار عرض میکنم ما خیلی تلاش کردیم که این مینیموم رو لااقل با این دوستانی که اصلا یادآوری کنیم، تمرین کنیم، بگیم که این لازمه برای کشور، چون ما این دفعه دیگه نمیخوایم یه خمینی علم کنیم یا یه نفر بندازیم، و چون مدل دموکراسی میخوایم ارائه بدیم. متاسفانه های دکتر نبیزاده، به نظر من دیده شد که 40 سال مختص خارج هم نیست، در داخل و خارج در خلق نمیشه آدم ها بکنی که هم دیگه، باید مدل همکاری رو به همکاری در عمل مشخص بکنی، ولی دست کم یه مینیمومی داره با هم که یاد بگیرن حرف هم دیگر رو بشنون، تحمل کنن، با هم کار کنن و با هم در عمل مشخص همکاری بکنن. این مینیموم هم به نظر من بسیاری از مخالفین رفوزه شد. من متاسفم که اینو بگم، ولی یک بخشش به طرفداران سلطنت برمیگرده. من دیدم آقای رضا پهلوی خیلی تکرار میکنه که من همه باید با هم باشن، از من نیستن نه که بد بگم، ولی خب میدونی این از باره ایشون کم نمیکنه. سخت‌ترین کار یه آدم سیاسی اونجاییست که تو روی هواداران خودش میسته. من برای اینو مأمور رژیمن. حتی گفت اینو مأمور رژیمن.
بیش از این بدیست. ما از ماندلون برای ایشون حتی یه بار یه یادداشت نوشتم، هم موقعی که این جمع مهسا به نظر می رسید که ایشون اول نفر، گفت من دیگه میرم با کسای دیگه کار میکنم، نوشتم نکن شما کار برگرد تو این جمع، باید با تمام توان سعی کنی جمع و کنار هم نگه، تسلیم چهار تا آدم رادیکال نشو که میخوان همه رو بزنن بگن فقط سلطنت باید بمونه همه برن، یا برعکس یه عده که جد. ببینید ما مشکلمون رادیکال های هر بخشه، رادیکال های اتنیک و اقوام، در واقع رادیکال های سلطنتی، تندروهای جمهوری خواه و چپ ها، دموکراسی و بنای اون در گروه نیست که میانه روها و عاقلین هر بخش رو کمک کنیم و رادیکال ها رو باشون برخورد کنیم. شما ببینید ماندلا بی خودی ماندلا نشد، وقتی که دید در آفریقای جنوبی، خب پیروزی معلوم بود در افق هست و سیاهای عصبانی خشمگین داشتن میخواستن گوشت سفیدا رو بجوان قطع قطع کنن، به دلیل اینکه خب یه عمری تو سری خورده بودن، بچه هاشون رو کشته بودن، اصلا مثل حیوانات باشون رفتار شده بود و خب این مرد وایساد گفت نکنید این کار. حتی مادر چند تا کشته سیاه‌پوست بهش یاد داشت داد که نو پیس، هیچ سازشی با سفیدا نیست، نباید بکنه. ماندلا رفت این رو جلوی دوربین تلویزیون خون همسرش رو انداخت شهید رو، گفت ولی اگه حرف من رو قبول داری مردم، ما باید آرامش داشتیم، باید سازش کنیم. و اینقدر همینجور که فرمودیم همسر محبوبش که یه عمری هم مبارزه کرد، اینقدر ایستاد که جدا شد از زنی، این تو روی زنش ایستاد، باید بیسته یاد. من داستش توی تاریخ زندگی خودم عرض کردم، دشواره کسی جلوی هواداران خودش بیسته، کار سختیست برای آدم سیاسی، ولی بزرگان سیاست اینجوری شناختن. من تو تاریخ زندگی خودم بازرگان رو فقط دیدم، من از بازرگان دیدم که نزدیکترین دوستانش آخر عمرش. خمینی هم اینجوری نبود، خمینی وقتی که هوادارانش در واقع یه چیزی میگفتن، تفسیر قرآن خودش هم قطع میکرد، جرأت نمیکرد، ظاهرا آدم شجاعی بود ولی شجاعت انواع داره، جرأت نمیکرد تو روی هوادارو، و هم دلیل دنبال مردم را میافتاد، نشد اون رهبری که حالا ممکنه بگیم اصلا فاتش اینجوری بود، ولی اون میتوانه یه پوپولیست روحانیت شیعه اینو داره دیگه، اصولا دنبال عوام زده است به قول آقای مطهری، دنبال مردم را میده. و من کسایی که در سیاست ایران تو دنیا خوب خوندم شنیدم ولی از نزدیک برخورد کردم، تنها کسی که دیدم این جسارت رو داشت آخر عمرش، دوستانش بهش گفتن این حرفایی که تو الان میزنی میگی دین اصلا برای آبادی دنیا نیومده، آخرین سخنرانی بازرگانه و برای خدا و آخرت لاغه، این خلاف 50 تا کتابیست که نوشتی، چند 50 سال مبارزه ایست که کردی، گفاره من عقیدم عوض شد، گفتن این شبیه حرفای سروش رو که من انکار نمی کنم از این جوان تاثیر گرفتم. و آدم باید بازرگان باشه که 80 سالش باشه، یه عمری کتاب نوشته باشه و یه حرف زده باشه، ولی با شجاعت بگه من اشتباه کردم، عوض کردم عقیدم رو، و تمام دوستانش بهش انتقاد کنم بگه من همینی که میگم، شما ها تو رو همشون بیسته. یعنی وقتمون کمه، وقتمون خیلی کمه، میخوام یه سوال حالا کانتروورشال یا به هر شکل اسمش بود. دیروز دوم خرداد، سال روز اون روزی که شما در وطن، من تبعیدی دشمن رژیم در خارج از وطن، به لبخند لبامون باز شد، انگار خورشید طلوع کرد، امیدوار شدیم. گزارشی من داشتم از زنده یاد لیلا پهلوی، دختر کوچک پادشاه، که وقتی اومده بود اینجا این جوونا شادی میکردن، افتون قاطیشون گفت چرا من امتحان برم ایران، منم میخوام قاطی این جوونا باشم. میخوام بگم اون فضایی که در ایران ایجاد شد که محسن سازگارا از تمام شغل و مسائلی که داشت بیرون کشید، رفت با دو تا دیگه روزنامه جامعه رو درست کرد، روزنامه‌ای که فضای مطبوعات ایران رو تغییر داد و هنوزم محتوا نه
ولی حداقل شکل ظاهری مطبوعات از اون شکل عبوس جمهوری اسلامی و کیهان و اطلاعات در اومد. حالا دلم میخواد دکتر سازگارا اون لحظه ای رو که از یاد نمیبره بیان کنه در دوم خرداد. ببینید دوم خرداد یا جنبش اصلاحات در واقع فرصت طلایی رژیم جمهوری اسلامی خودش رو اصلاح و میشد. اون موقع شاید جمعیت مردم 50-50 بود، 50% مخالف بودن ولی 50%، 60% معتقد بودن رژیم بمونه ولی درست شه. و مسیری که ما طراحی کرده بودیم مسیری بود که با انتخاب یه رئیس جمهور یه شکاف بالای حکومت درست میشه بین رهبر رئیس جمهور، تو اون شکاف جامعه مدنی رشد بکنه، احزاب، سندیکاها، انجمنها، روزنامه‌ها، مطبوعات. و وقتی دموکراتیزیشن جامعه طی شد در این فضا، پوسته قانون اساسی را میشکنه و جایگزین میکنه به قانون اساسی دموکراتیک. این نقشه جنبش اصلاحات بود که بیشتر از همم توی روزنامه مجله کیان، تو اون جمع معروف به حلقه کیان سرش بود، مثل اندیشکده جنبش اصلاحات بود. و این نقشه میتونست فرصتی باشه که ما یه گذار آرامی از یه حکومت تئوکراسی دینی به یک دموکراسی نهایتا سکولار. اینی که روز دوم خرداد خوشحال بودیم، ولی واقعیت بگم از سه روز قبلش با سنجش افکارها و موجی که جامعه برداشته بود ما هم میدونستیم که پیروز میشه. بله نگرانیمون فقط این بود که روز چهارشنبه قبل از انتخابات خامنه ای بیاد از ناطق پشتیبانی کنه. استدلال من این بود، میگفتم این رأی مردم بالا میبره، خامنه ای چیزی بگه علجش بیشتر به خاطر خاتمی رأی میدن، ولی جواز تقلب میشه، کتککاری میشه سر صندوقا و ممکن انتخابات رو باطل کنه، بعد دیگه نذارن خاتمی هم کنده شه. که هاشمی رو انداختیم جلو، رفت با خامنه ای حرف زد و بعدم به ما اطمینان داد که نه چهارشنبه ایشون هیچی نمیگه و نگفتن. منتها مثل برج زهرمار اومد نشست و بلند شد در تاش میرفت بیرون، انقدرم عصبی بود که در اشتباهی داشت میرفت. ولی حرف ما این بود که به خاتمی گفتیم از شنبه تو پیام تشکر از ملت 18 تا 19 تا آیتم رو نوشتیم، تو اینا رو بگنجون تو پیام تشکرت و میخه تو اول بکوب. حالا که مردم اومدن 20 میلیون اومدن بهت رأی دادن، به پشتوانه اینا باید بری جلو، وگرنه خامنه اینا الان دو سه ما میرن توی سوراخ بر میگردن میزنن پدر تو در میارن. متاسفانه خاتمی مرد این کار نبود آقای دکتر نوری، و مجاهدین انقلاب اسلامی هم دورش رو گرفتن، اونها هم پیش پیشش کردن که مبادا با رهبر در بیفتی. و با وجود که منتظری هم حتی بهش گفتیم خاتمی تو میریم به قم برو دیدن منتظری، نرفت. ولی براش پیغام کرد بنده خدا منتظری که آقا وایسا یه ملت رو فدای یه نفر نکن. خیلی دلایل شد، ولی دو سال نگذشت که معلوم شد خامنه ای هم همه هوش و حواسش رو جمع کرد، فوراً بسیج رو کرد مثل سازمان جوانان حزب کمونیست، سپاه آورد تو عرصه سیاست مثل یه حزب سیاسی چاقو، دستش گرفت، قوه قضاییه رو به کار انداخت، مطبوعات رو ببنده، هرچی توان داشت به کار بود، جنبش اصلاحات شکست بده. و 8 سال فرصت رو اینطوری زایی که یه موقعی خاتمی گفت هر 9 روز یک بحران برای من درست شده بیراه نمیگفت، و این بحران ها رو خامنه ای در رأسش بود اون طرف و شکست خوند. من خودم 2 سال گذشت از همون دور اول با دکتر بشیری موافق شدم که گفت خیلی زود خواستهای جنبش اصلاحات خورد به دیوارهای قانون اساسی، دیوارهای تنگ قانون اساسی و اختیاراتی که نهادی به نام رهبر داره. و خاتمی به جنگ گورباچف بشه تبدیل شد به خروشوف در واقع. و دقیقا شما یادتونه حتی ایشون در تعریف مسئولیت‌های رئیس جمهوری عقب نشست. بعد تعریف مطبوعات و زندانی سیاسی آخرین فرصتش قانون اصلاح قانون انتخابات و اختیارات رئیس جمهور بود که معلوم بود مجلس تصویب میکنه، شورای نگهبان رد میکنه. من یادم مناظره ای تو دانشکده حقوق با آقای آرمین بودیم ما دو نفر، چون من به آقای آرمین گفتم آقا این الان معلومه اینو مجلس تصویب میکنه شورای نگهبان رد میکنه، قدم بعدی تو چیه؟ باید
قدم بعدی رو فکر کرده باشیم. بالاخره یه جایی باید وایسی تو روی ماجرا. برحال اون فرصت عجب تجربه بود دکتر. و فرصت طلایی جمهوری اسلامی هم بود که با حداقل خسارت به خواسته مردم تن بده. متاسفانه خب نشون داد که با بودن نهاد ولایت فقیه نمیشه. به هم دلیلم من بلافاصله از کسایی شدم که گفتم ما دیگه باید شعار رو عوض کنیم به تغییر قانون اساسی، رفراندوم روی کل قانون اساسی. ممنونم دکتر، بحثمون تموم شد و با سپاس بسیار، بحث بسیار جذاب و شنیدنی بود. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق دوست عزیزم یار همیشگی دکتر محسن سازگارا، تا دیدار بعدی در پناه پرورده.